أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. این هم قبلا توضیح داده شده. با آنچه که عمل کردید وارد بهشت بشید. و با حدیث صحیحی که پیامبر فرمده علیه السلام لن يدخل احدا عمله الجنة، هیچ کسی از شما عملش او رو وارد بهشت نمی کنه، بلکه اعمال نیک اسباب عادی برای دخول بهشته، اما سبب حقیقی فضل خداونده، رحمت خداونده، بلکه این اعمال او توفیق داده. یک دومی که اوست که این اعمال رو قبول کرده و اوست که بر این اعمال به اصحابش پاداش داده. و رضا بعد از که این سوره کریمه برخی از اقوال اهل تقوا رو نقل میکنه، بهشون بشارت میده، اونها رو خوشحال میکنه، در آیه بعدی دوباره باز میگرده به کافران و مشرکان تا شاید پند بگیرند، تا شاید عبرت بگیرند. اما در این آیه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، مؤمنانی که از شرک، از غیر خدا پرستی، از غیر خدا را مشکل گشاده دانستند، از قبرها کمک طلبیدن، از همه این شرکیات پاکن. ولذا امام مجاهد میگه که افعالشون و اقوالشون پاکیزه. و در همین معنا گفته شده که وفاتشون پاک و آسان خواهد بود. Mm-hmm.